آشپزخانه بیدار، برنامه آشپزی همراه با خانم بیدار بین. درود فراوان و عرض ادب خدمت شنوندگان گرامی شبکه رادیسین جهانی. با سپاس از شما به برنامه آشپزخانه لوین ویدا خوش آمدید. خگ ایلانوت سامیخ لخلها یهودیم، جشن طبیعت و درختان بر همه یهودیان فرخنده باد. یک ترانه گوش می دهیم و برمی گردیم. مهتاب ای مونس عاشقان، روشنایی آسمان، آه مهتاب. زیبا بود در این زمونه بلا، خونه ای بی بلا هرگز زمونه خدا. زن گل ما تنه، خار و گل با همه، زن نامه روون دشمن جونه. دل سرای غمه، غم عالم کمه، خونه ی دل دمی بی زن نمونه. امشب شدم خراب دوباره، ساقی بده من شراب دوباره. این دنیای بی وفای امروز، بی جام شراب صفا نداره، بی جام شراب صفا نداره. بده شراب نابم، بکن مست و خرابم، زدم به سیم آخر به مخلص شرابم. بده شراب نابم، بکن مست و خرابم، زدم به سیم آخر به مخلص شرابم.
واسه یه همزبون یه یار خوب و مهربون دنیا رو پرسه زدم هر شب و روز با دل و جون همه دنیا رو دیدم تا به اینجا رسیدم که بگم مثل زن ایرونی هیچ جا ندیدم زن ایرونی تکه خوشگله با نمکه زن ایرونی تکه بالای دنیا نمکه زن ایرونی تکه خوشگله با نمکه زن ایرونی تکه بالا سرا با کلکه عزیزان هم برگشتیم. خگ ایلانوت زمیخ، امروز روز ایلانوت، ایلانوت پیمان دوستی با طبیعت و آغاز زندگانی دوباره زمین و گیاهان است. ایلانوت یا جشن درختان و طبیعت که در 15 ماه شوات می باشد. در این شب برای انواع و اقسام میوه های مختلف با خواندن دعاهای مخصوص خوانده می شود و خداوند را سپاس می گوییم. فلسفه کلی مراسم ایلانوت برکت دادن محصولات درختی و زمینی می باشد و با گفتن برخا یعنی دعا همگی خواستار آن می شویم که درختان را سالهای آینده هرچه بیشتر محصولات بدهند. در شب ایلانوت از خداوند بزرگ که جهان هستی را با این همه قشنگی و تنوع آفریده است سپاس می‌گوییم. در زمان‌های قدیم بنا به رسم خاص یهودیان بر این بود که در این روز برای کودکان خود درختی بکارند. فرق بین پسر و دختر نبود و درخت‌ها با کودکان رشد و نمو می‌کردند. و موقعی که فرزندان به سن ازدواج می رسیدن از شاخه های این درخت برای زینت حجره و عروسی آنها استفاده می کردن. در زمان بیت المقدس به صورت عالی و زیباتری انجام می شد، به این طریق که هر فردی موظف بود در این روز یعنی 15 ماه شوات نهالی بکارد و خدای خود و کتاب آسمانیش را بستاید. ضمن این مراسم رقص‌ها و پایکوبی‌ها برپا می‌شد و آینده را به شادی استقبال می‌کردند. اگر در کتاب مقدس اموری را که در پیرامون طبیعت بحث کرده است با دیده کلی بنگریم، بر این موضوع برمی‌خوریم که خداوند علاوه بر انسان به طبیعت نیز اصالت بخشیده است و به همین دلیل است که خالق یکتا پس از آفرینش انسان طبیعت را به وی واگذار کرد تا در آن کار کند و از خودش نگهداری کنه برای محافظت امور زندگانیش. از جمله مربوط به طبیعت این است که در تورات مقدس حتی درباره کاشتن درختان نوشته شده است. در کتاب لاویان فصل 19 به قدری کاشتن درخت در نظر الهی محبوب دانسته شده تا جایی که یکی از دانشمندان بزرگ یهود به نام ربان یوحنان بن زکای در تلمود میگوید اگر درختی را به قصد کاشتن در دست داری و به تو خبر رسیدن ظهور مشیخ را دادن، اول درخت را بکار، سپس به استقبال مشیخ برو. من اینجا میخواهم کمی درباره یک موضوعی با شما صحبت کنم که از میوه هایی که ما داریم 30 نوع میوه هایی داریم که 10 نوع آن
فقط داخل میوه ها رو میخوریم، یعنی در شب ایلانوت ما از 30 میوهی که بر سر میز میگذاریم 10 نوع آن فقط داخلش رو میخوریم، مانند پرتقال، مانند نارنگی و یا گریپ فروت، اینجور چیزها. 10 نوع دیگرشو پوست اونو میخوریم، یعنی اونو گوشت و پوستشو میخوریم، داخلش چیزی که هست دور میاندازیم، مانند گوجه، آلبالو، گیلاس و اینجور چیزها. 10 نوع دیگرش هم از پوستش استفاده میکنیم میخوریم، هم از داخلش، مانند سیب، گلابی، گوجه فرنگی و اینجور چیزها. این میوه ها که ما میخوریم برای سپاس از خداوندمونه که در واقع از خلاقیت و به وجود آوردن محصولاتی که از آن بهره زندگی میبریم و بهره معنوی و کدوشا داره استفاده میکنیم. برای چی اینا رو میکنیم؟ برای اینکه ارتباط با آفرینش و طبیعت و آدم باشه. تا اونجایی که شماها میدونید آدم از سایه خداست و دنیایی که خداوند آفریده، خلقت کرده، دنیای کار و درختکاری و اینهاست، دنیای معنوی و روحانیت. در شب ایلانوت واجبه که 4 لیوان شراب سفید و یا شراب قرمز بنوشیم و از خداوند یکتا تشکر کنیم که این چیزها رو به ما عطا فرموده. دوستان، حضرت موسی از یک بته خار که از زمین رویده شده بود و در حال سوختن بود جلال خداوند رو مشاهده کرد و اون موقع بود که به پیامبری برگزیده شد. به مناسبت عید ایلانوت و شکوفه دادن درختان، مخصوصا درخت بادام که به روی چوب آن نام حضرت هارون نوشته شده بود، به امر خداوند شکوفه کرد، بادام داد و به این وسیله مقام حضرت هارون، برادر حضرت موسی، یک بار دیگر به عنوان کاهن یعنی کوهن ثبت شد. در 15 ماه شوات درخت بادام اولین جوانه های خود رو برمی آورد. در تیلیم مزامیر داوید فصل 92 آیه 13 و 14 ذکر شده شخص صدیق چون درخت خرما خواهد شکفت و مثل عرضه لبانون رشد خواهد کرد و در خانه خدا ارزش خواهد داشت. پس ببینید که چقدر شب ایلانوت به درگاه خدا ارزشمنده. یک ترانه گوش میکنیم، برمیگرد. Oh.
مجنونم 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 عاشقونه میخونم مجنونم مجنونم بی تو من نمیتونم خب به هم برگشتیم به مناسبت جشن ایلانوت و طبیعت دیروز یک برنامه یوتیوب ویدئویی آماده کردم که امیدوارم همگی شماها اونهایی که دسترسی به کامپیوتر دارید و می توانید وارد آدرس livingvida بشوید و این یوتیوب رو ببینید که چقدر قشنگه. من خودم امروز دیدم آماده شده و وارد یوتیوب شد این ویدیو و الان همون دستور رو شفاهی برای شما میخونم. البته این برنج با به و میوه های خشک میباشه، مواد لازم: یک عدد به زرد بدون لک، سه لیوان برنج، نیم لیوان زرشک و یا کرنبری، یک سه لیوان پوست خلال پرتقال، یک سوم لیوان خلال بادام، یک قاشق گرد لیمو امانی و یا پوست لیمو امانی که می تراشید، نیم لیوان مغز پسته، یک قاشق آب لیمو، نمک، فلفل، روغن، زعفران، دارچین به مقدار کافی. به را به قطعات نیمه‌ای می‌بریم، یعنی نیمه حلال باشه. هلال میگن، نیمه هلال، نیمه هلالی باشه، مثل نصفه ماه. نمیدونم لغت فارسیش اگه هلال چیه، کس که میدونه خواهش میکنم روی خط بیاد و به منم این آگاهی رو بدید. در کاسه‌ای که در آن آب و یا دو قطره آب لیمو هست میگذاریم که سیاه نشه، که آماده باشه برای اینکه بخواییم سرخش کنیم. در دیگ تفلون 7 لیوان آبمون رو با یک قاشق نمک و گذاشتن سرپوش به جوش میاریم. برنج رو میشوریم، در دیگ آب جوش برای مدت 10 دقیقه میجوشونیم، آب کش میکنیم. فراموش نکنید که هنگام جوشیدن برنج با قاشق چوبی یکی دو مرتبه به هم میزنیم. برنج آب کش میکنیم، با آب معمولی میشوریم، تکان میدیم تا همه آب برنج خارج بشه، و اگر نه برنج ما شل خواهد شد. یک قاشق روغن به برنج اضافه میکنیم، به این دلیل که برنج وقتی روغن کمی داشته باشه تا هر زمانی هم که بمونه خراب نخواهد شد، مخصوصا اگر دو سه روزم در یخچال باشه. قطعات به با حوله آشپزخونه و یا با کاغذهای آشپزخونه خشک میکنیم در ماهیتابه با سه قاشق روغن، از هر دو رو سرخش میکنیم، در یک بشقابی جایگزین میکنیم. در همان ماهیتابه با اضافه کردن سه قاشق روغن، اول خلال بادام، سپس پسته خلال شده و میوه های دیگر میریزیم، کمی میپزیم، سرخ میکنیم، در یک بشقابی میریزیم. در ته دیگ به سیب زمینی میچینیم، البته به قطعاتی که دوست داریم، به شکل گل میچینیم یا هر طور، یک گلی ته دیگ زینتش میدیم، روغن میریزیم، سه چهار قاشق از برنجو با کمی زعفران ته دیگ میریزیم به روی گلها و با سیب زمینی ها که بتوانیم این هلال های به را که میچینیم از اطراف دیگ تکون نخوره. روی این برنج سفید کمی مخلوطی پسته و بادام میریزیم، هلال ها رو به طوری میچینیم به کنار دیواره دیگ
که وقتی اون هلال رو به پایین باشه، که وقتی ما دیگو در واقع وارونه میکنیم، این نیمه دایره ها، این دالبرها، این هلال ها، هر طور که شما نامشو میذارید، وقتی دیگو که وارونه میکنیم قشنگ اطراف دیگ، اطراف بشقاب باشه. ما بقیه برنجو با این میوه های خشک مخلوط میکنیم، در دیگ میریزیم، به روی آتش میگذاریم، با گذاشتن سرپوش برای مدت 7 تا 10 دقیقه به روی آتش متوسط نگه میداریم. پس از خارج شدن بخار، سرپوش رو یا با حوله آشپزخونه و یا با یک تیک کاغذ آشپزخونه‌ای که ضخیم باشه مانند پارچه است میپوشونیم، حرارت رو ملایم تر میکنیم، برای مدت 35 تا 40 دقیقه به روی آتش نگه میداریم. و طرز امتحان کردنمون که اگر برنج تعدیق گرفته، کامل شده، بسته شده، با یک دسته چنگال و یه چاقوی آهسته فرو میکنیم که حس خواهیم کرد اگر تعدیق گرفته، اون وقتی که این آماده است. پس دیگمونو روی اون سطح آشپزخونه، روی اون سنگ آشپزخونه شایش میگذاریم، با یک کمی نایلون، یک قطعه نایلون و یا کاغذ آشپزخونه به روی برنج با دست فشار میدیم، البته نه خیلی زیاد که برنج له بشه، فقط منظورم بر اینه که این برنج به هم بچسبه، دیگو به روی بشقاب بزرگتر که از دهانه دیگ میباشه برمیگردونیم تا مانند یک کیکی به دست بیاریم. حال اگه میل داشته باشید میتوانید به این برنج سینه های مرغ ریز خرد شده رو سرخ کنید و با مخلوطی میوه ها با هم مخلوط کنید و هنگامی که به دیگ این مخلوطی رو میریزیم، سینه مرغ هم در واقع با اون باشه. حتما وارد یوتیوب بشید به آدرس Living Vida LEEVIM Vida VIDA. عزیزانی که دوست دارن به روی خط امروز تشریف بیارن این برنامه رو با من همکاری کنن، به شماره تلفن 03-67-0-60 که تلفن استودیو می باشه منتظر شما ها هستم. الان میخوام دستور کتلت ماهی سوف با دانه های انار، ماهی سوف به زبان عبری نسیخت نیلوس، ولی به زبان انگلیسی نمیدونستم این چیه، خیلی جستجو کردم در ترجمه اینترنتی، نتونستم درست اونو به دست بیارم و از آقای کاوه عزیز که با من تماس اسکایپ دارن سپاسو دارم که برای من امروز فرستادن و نام آن به زبان لاتینی European Pick Preach Sender. آقای کاوه عزیز هستون، تشکر میکنم. سلام من خدمت خانمتون و فرزندتون برسونید. حالا این خیلی خوشمزه است، خواهش میکنم درست کنید و ببینید. 1 کیلو فیله ماهی باکالا یا همون نسیخت نیلوس، این مقصودم به اینه که یک ماهی باشه که استخوان نداشته باشه، ولی اگر شما از ماهی سوف یا نسیخت نیلوس استفاده کنید خوشمزه تر از ماهی باکالا خواهد بود. 1 عدد پیاز ریز خرد شده، 1 قاشق آرد، 2 عدد تخم مرغ، 1 لیوان دانه های انار، 2 حبه سیر، 2 عدد هویج رنده شده، 1 عدد لیمو ترش، 0.5 لیوان جعفری ساتوری شده، نمک، فلفل، زعفران، زردچوبه، جوز هندی، اگوز موسکات، گرد فلفل قرمز که پاپریکا باشه و روغن به مقدار کافی.
طرز آماده کردن این کتلت، ماهی رو میشوریم، به روی ماهی آب لیمو و نمک میچکانیم و میریزیم، برای نیم ساعت کنار میذاریم. دوستان این خیلی مهمه که حتما آب لیمو و نمک بزنید. من در یک سالن پذیرایی برای من ماهی آوردن، باور کنید نمیتونستم بخورم، برای اینکه بو میداد. اگر ماهی خوب ازش نتونید چطور عمل بیارید، به درد نمیخوره. سپس ماهی رو میشوریم، در میان دو کف دستمون فشار میدیم تا آب نداشته باشه. ماهی و سیر رو با هم چرخ میکنیم، یک عدد پیاز رو با کمی روغن سرخ میکنیم. در کاسه ماهی و پیاز داغ و تخم مرغ، جعفری، آرد رو با هم مخلوط میکنیم، ادویه میزنیم و کنار میذاریم تا کمی این استراحت کنه. در ماهی تابه اول هویج رو با کمی روغن تفت میدیم، سپس در یک ظرفی میریزیم، با انار، دانه های انار مخلوط میکنیم. در همان ماهی تابه با اضافه کردن کمی روغن از ماهی ها کتلت متوسطی درست میکنیم، در روغن سرخ میکنیم از هر دو رو، و در یک ظرفی که مناسبه فر باشه کتلت ها رو میچینیم. به روی کتلت ها مخلوطی هویج و انار رو میریزیم و در فر 170 درجه برای مدت 25 تا 30 دقیقه میگذاریم. شما میتونید این ماهی رو با انواع هر برنجی که دوست دارید و یا هر سبزیجاتی سرو کنید. یک ترانه گوش کنیم، برمیگردیم. چشم عاشقم، شک نکن هنوزم، شبیه سابقم، شک نکن هنوزم، بی لرز زانوم، وقتی که بخوام من کنارت را بیام، این منم که مستم، مست و خراب تو، دوست دارم بدونم، چیه جواب تو، دوست دارم بدونم، تو با من هستی یا اشتباه گرفتم، تو رو با اون چشم، وقتی تو چشات رو زدم نشستم، حس میکنم تو دنیای دیگه هستم، من دوست ندارم کس دیگه رو ببینم، روی هر چشی چشامو بستم، جونم بازم بگه بگه رو کراس، سنو میخوام یه جورای خاص، میخوام بگم بزا بگم نشی بی احساس، جونم بازم بگه بگه رو کراس، سنو میخوام یه جورای خاص، میخوام بگم بزا بگم نشی بی احساس، چشم عاشقم، شک نکن هنوزم، شبیه سابقم، شک نکن هنوزم، بی لرز زانوم، وقتی که بخوام من کنارت را بیام، جونم بازم بگه بگه رو کراس، سنو میخوام یه جورای خاص، میخوام بگم بزا بگم نشی بی احساس، جونم بازم بگه بگه رو کراس، سنو میخوام یه جورای خاص، میخوام بگم بزا بگم شیدی احساس، اون کسی که هر روز دیدنش نرزومه، با وجود این که همیشه رو برومه، کسی که اسمش بغض تو گلومه، تو هستی بزا بگم من
تو هستی دیوونتم خب به هم برگشتیم. عزیزان فراموش نکنید که از فردا ساعت 9 صبح به مدت 2 هفته برنامه کمپین پشتیبانی و حمایت از رادیو رو داریم و از تمام شماها خواهش میکنم از این رادیو حمایت کنید، به دلیلی که ما بتوانیم امکانات بیشتری داشته باشیم تا برای شما برنامه های مفیدتر و متنوعتری رو ارائه دهیم. یک دقیقه ببخشید، اینجا خیلی گرمه. مرسی. خب یک دیالوگی از ایران، یعنی از طریق پست الکترونی به دست من رسید، از این دوستانی که باشون در تماس هستم، خیلی خوشم اومد. اینو 2 هفته قبل برای دخترم خوندم، گفتم ببینین چیه. وقتی من براش خوندم، تو اگر دوست میخواهی من رو اپلی کن، یعنی به من یاد بده طوری که تو خودت میخواهی که من برای تو باشم. و وقتی اینو برای دخترم خوندم، گفت این از یک نویسنده خیلی مشهوریه به نام جبران خلیل جبران. گفتم خب یک موقعی من اینو در رادیو برای دوستان خواهم خوند. ولی پریشب در یک فیلم ایرانی اینو دیدم که ممکنه شما هم دیدید، یعنی از نیمه فیلم باز کردم که یک مجری رادیو که هنرپیشه هم بود داشت همین دیالوگو برای بچه ها میخوند، برای برنامه بچه ها گذاشته بود در هنگامی که این فیلم بود. تو اگر دوست میخوایی مرا اهلی کن، اون وقت بود که سر و کله یک روباهی پیدا شد. روباه گفت به یک شاهزاده کوچولو سلام. شاهزاده کوچولو برگشت اما کسی رو ندید. با وجود این با ادب تمام گفت سلام، صدا که همون صدای روباه باشه. گفت من اینجام زیر درخت سیب. شاهزاده کوچولو گفت کی هستی تو؟ عجب خوشگلی. روباه گفت یک روباه هم. شاهزاده کوچولو گفت بیا با من بازی کن، نمیدونی چقدر دلم گرفته. روباه گفت نمیتونم باهات بازی کنم، هنوز اهلیم نکردن آخر، یعنی هنوز به اون تربوت اون تربیت رو ندادن. اما فکر شاهزاده کوچولو آهی کشید و گفت معذرت میخوام. اما فکری کرد و پرسید اهلی کردن یعنی چه؟ روباه گفت تو اهل اینجا نیستی، پی چی میگردی؟ شاهزاده کوچولو گفت پی آدم ها میگردم. نگفتی اهلی کردن یعنی چه؟ روبا گفت آدم ها تفنگ دارن، شکار میکنن، اینش اسباب دلخوریه، اما مرغ و ماکیان هم پرورش میدن و خیرشان فقط همین است. تو پی مرغ میگردی؟ شاهزاده کوچولو گفت نه، پی دوست میگردم. اما اهلی کردن یعنی چه؟ روبا گفت چیزیست که پاک فراموش شده، معنیش ایجاد علاقه کردن است.
شاهزاده کوچولو پرسید ایجاد علاقه کردن؟ روباه جواب داد بله معلوم است، تو الان واسه من یک پسر بچه مثل 100,000 پسر بچه دیگری. نه من هیچ احتیاجی به تو دارم و نه تو احتیاجی به من. من هم واسه تو یک روباه هم مثل 100,000 روباه دیگر. اما اگر منو اهلی کردی هر دوتامون به هم احتیاج پیدا می کنیم. تو واسه من میان همه عالم موجود یگانه می شی و من برای تو. شاهزاده کوچلو گفت کم کم داره دستگیرم میشه. گمان می کنم که فهمیدم. روباه گفت بعید نیست. روی این کره زمین 1,000 جور چیز می شود دید. شاهزاده کوچلو گفت اوه نه، آن روی کره زمین نیست. روباه که انگار حسابی حیرت کرده بود گفت روی یک سیاره دیگر است. شاهزاده جواب داد آره. تو آن سیاره شکارچی هستی؟ نه. محشر است، مرغ و ماکیان چطور؟ نه. روباه آهی کشید و گفت همیشه خدا یک پای بساط و لنگه. اما پی حرفشو گرفت و گفت زندگی یک نواختی دارم. من مرغ ها رو شکار میکنم، آدم ها رو همینطور، همه مرغ ها هم این هم هستن، همه آدم ها هم همون این همن. این وقت یک خورده خلقم رو تنگ میکنه. اما اگر تو منو اهلی کنی انگار که زندگانیم رو چراغ بانی کردی. آن وقت صدای پایو که میشناسم که با هر صدای پای دیگری فرق میکنه. صدای پای دیگران مرا وادار میکنه توی 7 سوراخ قایم بشم، اما صدای پای تو مثل نغمه هایی مرا از سوراخم بیرون میکشه. تازه نگاه کن، اونجا که گندمزار رو میبینی، برای من که نان بخور نیستم گندم چیز بیفایده است. پس گندمزارم مرا به یاد چیزی نمیاندازد. آسیاب تأسف است، اما تو موهات رنگ طلاست. پس وقتی اهلیم کردی محشر می شود. گندم که طلایی است مرا به یاد تو می اندازد و صدای باد را هم که تو گندمزار رو می چینه دوست خواهم داشت. روباه خاموش شد و مدت درازی شاهزاده کوچولو رو نگاه کرد. آن وقت گفت اگه دلت می خواهد منو اهلی کن. اهلی کردن معنیش به اینه که با دوستمون صحبت کنیم، بنشینیم، همدردش بشیم، نیاز بهش داشته باشیم و نیاز به ما داشته باشه. هر چند که بگیم در این دنیا ما نیاز به کسی نداریم، این اغراقه، دروغه. حتی بگیم که یک پدر مادری نیاز به فرزندش نداره، چنین نخواهد بود. همون یک تلفن نیاز پدر مادره، همون یک تلفن نیاز یک دوسته، همون یک در آغوش گرفتن دوستتون به خودتون بچسبونیتش، گرمی و محبت بهش بدید نیاز اون طرفه. پس بیایید تا با هم بتونیم یک دنیای خوبی داشته باشیم، تا بتونیم زندگی های شادی و برای همدیگر داشته باشیم. این نیاز ما به دنیا، نیاز ما از یکدیگر. عزیزان، من برای شما یک دستور دیگری میدم و اون وقت از خدمتتون خارج میشم. کدوی سبز پر شده از تون که میتونید، این باید از ماهی کنسروی باشه، مواد لازم 2 عدد کدوی سبز متوسط، 3 عدد کدوی سبز گرد، 2 عدد پیازچه، 2 عدد تخم مرغ آپز شده، نیم لیوان پنیر زرد رنده شده،
یک قاشق مایونز، همون یک لیوان تون قوطی کنسروی، یک لیوان چای خوری، یک قاشق ببخشید چای خوری خردل، دو تا سه شاخه جعفری برای زینتش، 10 عدد گوجه فرنگی کوچک برای زینت، نمک، فلفل، روغن زیتون به مقدار کافی. کدوهایی که کشیده است، کدو سبزهایی که کشیده است، اونها رو به اندازه 10 تا 12 سانت میبریم. داخل اونو با قاشق‌های کوچولو خارج خالی میکنیم و یک لایه از بالای اونو کنار میذاریم. داخل کدوها رو که با اون کدوهای گرد و اون لایه رو که میبریم، داخلش هم با قاشق‌های گرد باز خالی میکنیم. این کدوها رو در دیگ آبجوش کمی با نمک میجوشونیم که کمی نرم بشه، خیلی نه، وگر نه نخواهید توانست از آن استفاده کنید. قطعاتی که از داخل کدو بیرون آوردیم خارج کردیم، ریز خورد میکنیم، با 3 قاشق روغن سرخ میکنیم، در بشقاب میرزیم، پیازچه ها رو ریز خورد میکنیم، در کاسه میرزیم، تخم مرغ ها رو پوست میکنیم، ریز میکنیم و به پیازچه و اون مواد مخلوطی کدوها میریزیم. اون تونی که داشتیم رو از هم با دست پراکنده میکنیم، خورد میکنیم، در کاسه میریزیم. نیمی از داخل کدو رو به مواد که در کاسه داریم اضافه میکنیم، نیمی از مواد رو در این مخلوطی اضافه میکنیم، مایونز میزنیم، خردل میزنیم، داخل کدوها رو پر میکنیم و به روی مواد داخلی کدوها پنیر زرد رو میپاشیم. در ظرفی که مناسب فر باشه ما بقیه مواد داخلی کدویی که سرخ کردیم رو میریزیم، کمی روغن میزنیم، کدوها رو به روی مواد داخلی میچینیم. در فری که قبلا با 170 درجه گرم کردیم برای مدت 15 تا 17 دقیقه میگذاریم. هنگام سرو کردن با خیلی دقت اینها رو با قاشق بلند میکنید، در دیس میگذارید، در بشقاب میذارید، اطرافش رو با جعفری و گوجه فرنگی های کوچک زینت میدهید. خیلی خوشمزه است و توصیه میکنم که حتما اینو درست کنید. البته این نمیتونه برای شما یک برنامه برای فردا شب که شب شباته باشه، ولی برای شام میتونه یک شام سبکی باشه، خوبی باشه که بتوانید ازش استفاده کنید. یک ترانه گوش میکنیم و به هم برمیگردیم. تو باورم نمیره که جدا شدی تو از منو، یه لحظه یادت از دلم رها نمیشه. بهار من بدون تو شبیه یه خزون شده، پر از غم و سکوت منتده همیشه. تو باورم نمیره که جدا شدی تو از منو، یه لحظه یادت از دلم رها نمیشه. بهار من بدون تو شبیه یه خزون شده، پر از غم و سکوت منتده همیشه. بیا که داره دل غریب و خسته من از نفس میفته،
نگی به قلبم که روزگار از عشق بین ما چیزی نگفته، بذار دوباره به یمن بودن تو جون بگیره آرزوهام، برز یادم تموم این غم و غصه ها و بی کسی با بیا که داره دل غریب و خسته من از نفس میفته، نگی به قلبم که روزگار از عشق بین ما چیزی نگفته، بذار دوباره به یمن بودن تو جون بگیره آرزوهام، برز یادم تموم این غم و غصه ها و بی کسی ها. های عاشقی میگفتی پا به پامیم و رفتی از کنار من واسه همیشه، میگفتی فاصله محال بین ما بیفته هیچکی مثل من تا آخرش واسه نمیشه، تو جاده های عاشقی میگفتی پا به پامیم و رفتی از کنار من واسه همیشه، میگفتی فاصله محال بین ما بیفته هیچکی مثل من تا آخرش واسه نمیشه، بیا که داره دل غریب و خسته من از نفس میفته، نگی به قلبم که روزگار از عشق بین ما چیزی نگفته، بذار دوباره به یمن بودن تو جون بگیره آرزوهام، برز یادم تموم این غم و غصه ها و بی کسی ها، بیا که داره دل غریب و خسته من از نفس میفته، نگی به قلبم که روزگار از عشق بین ما چیزی نگفته، بذار دوباره به یمن بودن تو جون بگیره آرزوهام، برز یادم تموم این غم و غصه ها و بی کسی ها. خب برگشتیم به هم عزیزان، فراموش نکنید که فردا ساعت 9 صبح به مدت 2 هفته کامپین پشتیبانی و حمایت از رادیو داریم. تمنای من و مجریان از شما اینه که از ما حمایت کنید، دلم میخواد بتونیم امکاناتی داشته باشیم بتونیم برنامه های قشنگ تری برای شما بذاریم. در یکی از این روزها خودمم به امید خدا با این دوستان حتما خواهم اومد، همکاری خواهم کرد، یکایک ما مجریان حتما حاضر خواهیم شد به کمک و پشتیبانی شما. نمیشه گفت کمک، پشتیبانی و حمایت شما نیاز داریم. فراموش نکنید که این رادیو تنها رادیویه که جوانان ایرانی اسرائیلی این برنامه ها رو میذارن. فراموش نکنید که صدای این رادیو در تمام جهان پیچیده شده، وظیفه ماست که این رادیو رو نگه داریم، این رادیو رو باید داشته باشیم تا نسل جوانمون به ما افتخار کنن و بدانن که کسی هست که بلند شده بنیادگذار این رادیو بوده و اون آقای امیرشای عزیزم است که خیلی دوستش دارم و تمام ما به ایشان مدیون این هستیم که آینده جوانان ما رو داره می سازه. پس پشتیبانی کنید، دریغ نکنید. برنامه های این برنامه بعدی رو دنبال کنید و فراموش نکنید پرچم ما بر اینه که حمایت از دیگران بکنیم، دوستی کنیم، مهر بکنیم، محبت بورزیم،
از کسانی که تک نفرن با یک تلفن دلشون رو شاد کنیم، اگه امکان داره که به دیدنشون بریم، اگر امکانات داریم که در هر کاری کمکشون کنیم دریغ نکنید. باز هم میگم خگ ایلانوت سامیخ، ایلانوت بر همه یهودیا فرخنده باد. و همینطور در اتاق فرمان از آقای امیر عزم که خیلی دوستشون دارم و احترام بهشون میذارم، نهایت سپاسو دارم. شماها نمیدونید چقدر این جوان سخت کار میکنه تا بتونه این رادیو رو بچرخونه و باعث سرافرازی و افتخار ایرانیان اینجا باشه. پس از این پل ارتباطی حمایت کنید، دریغ نکنید. از همگی شما خداحافظی میکنم. هفته آینده شادی و برای یکایک شما، چه در اسرائیل و چه در خارج، برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار تا برنامه آینده.